هشتمین روز فروردین ماه برابر با 28 مارس، سال 412 خورشیدی برابر با 1033 میلادی، آغاز استفاده از مایکروفیلم در کتابخانه ها، سال 663 خورشیدی برابر با 1284 میلادی، کشته شدن تگودار احمد، ایلخان مغول و حاکم خراسان به دست دیگر شاهزادگان مغول، سال 951 خورشیدی برابر با 1572 میلادی، قیام مردم هلند علیه پادشاه اسپانیا، سال 1117 خورشیدی برابر با 1738 میلادی، پارلمان انگلستان به دولت اسپانیا اعلان جنگ داد. سال 1173 خورشیدی برابر با 1794 میلادی، موزه لوور فرانسه که از مهمترین موزه های جهان به شمار می رود عمومی اعلام شد. سال 1176 خورشیدی برابر با 1797 میلادی، ناتانیل بریگز در نیوهمپشایر آمریکا نخستین ماشین لباسشویی را به معرض تماشا گذارد. سال 1193 خورشیدی برابر با 1814 میلادی، بعد از سقوط و شکست نهایی امپراتوری ناپلئون، تعیین سرنوشت اروپا و دست پادشاهان و زمامداران این قاره افتاد. این عده با برپایی کنگره در وین با حضور 216 نماینده از سراسر اروپا به تقسیم غنایم پرداخته و در واقع کنگره وین نقشه اروپا را از نو ترسیم کرد و به پاس خدماتی که سوئد در شکست قوای ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه انجام داده بود، نروژ را برخلاف میل مردم آن ضمیمه خاک سوئد کرد. سال 1245 خورشیدی برابر با 1866 میلادی، نخستین آمبولانس جهان که با اسب کشیده میشد آغاز به کار کرد. سال 1247 خورشیدی برابر با 1868 میلادی، زادروز الکسی ماکسیمویچ پشکوف گورکی، موسوم به ماکسیم گورکی، نویسنده توانای روس. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، انجمنهای تهران طی قطعنامه‌ای از احتشام السلطنه خواستند تا هرچه زودتر از ریاست مجلس کنارگیری کند. سال 1289 خورشیدی برابر با 1910 میلادی، در فرانسه برای نخستین بار هواپیمایی از روی آب به پرواز درآمد. سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، پیروزی سلطنت طلبان اسپانیا و پایان جنگ های داخلی در این کشور. سال 1336 خورشیدی برابر با 1958 میلادی، کنراد آدنایر صدر اعظم وقت آلمان غربی برای مذاکره با مقامات ایران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی وارد تهران شد.